و چون روزهای گذشته، امروز هم نگاهی داریم به وقایع خرداد سال گذشته. در این روز، 8 خرداد 1388، احمدی نژاد به دروغگویی متهم شد. رضایی گفت چالش با آمریکا را کم می‌کنم و موسوی هم اظهار داشت رابطه با آمریکا تابو نیست. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد. 8 خرداد 1388، با جدی شدن رقابت نامزدها انتقادات افزایش یافت، به طوری که احمدی نژاد به دروغگویی متهم شد. معصومه یه ابتکار در بندر گز گفت دولت نهم مدام آمارهای غیر واقعی ارائه می‌دهد و به مردم دروغ می‌گوید. میر حسین موسوی هم در دیدار با گروهی از طلاب و روحانیون آذربایجان دولت را به دروغ گفتن متهم کرد. همین انتقادات موجب شد تا کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هشدار بدهد تبلیغات غیر واقعی کاندیداها در مرحله تایید صلاحیت نهایی انتخابات مؤثر است. البته احمدی نژاد هم رقبا را به تخریب دولتش متهم کرد. اما 14 روز مانده به انتخابات، نامزدها چه گفتند؟ محمود احمدی نژاد در واکنش به گزینش رنگ سبز برای حامیان موسوی گفت رنگ ما رنگ پرچم ماست. در مورد بحث هسته‌ای هم اظهار داشت هرگز شأن ملت ایران را روی میز نمی‌گذاریم، فعالیت خود را ادامه می‌دهیم، اما هرگز به زورگویان التماس نمی‌کنیم. محسن رضایی هم با اعلام اینکه می‌خواهد انقلاب صنعتی انجام بدهد، اعلام داشت چالش با آمریکا را کمتر خواهد کرد. مهدی کروبی هم در استان لرستان ابراز امیدواری کرد دولت در اجرای انتخابات امانتداری کند. 8 خرداد سال گذشته، میر حسین موسوی هم در چنین روزی کنفرانس مطبوعاتی با رسانه‌های بین‌المللی داشت و اظهار کرد رابطه با آمریکا تابو نیست. 4 تیتر 8 خرداد 1388، روح الله حسینیان، مشارکت و مجاهدین بخش اعظم خط تخریب دولت را بر عهده دارند. بروجردی نماینده مجلس پیشبینی کرد احمدی نژاد به احتمال قوی در دور اول رئیس جمهور می شود. همایش حامیان کروبی با سخنرانی کرباسچی، ابتهی، عبدی و فاطمه کروبی. و خبر آخرین که رکسانا ثابتی بعد از بازگشت به آمریکا گفت زیر فشار به جاسوسی اعتراف کردم. و در ادامه برنامه امشب خبرها و نظرها همچنان پیگیر تحولات ایران خواهیم بود و تحولات ایران را با میهمانی که در استودیو داریم مورد بررسی قرار خواهیم داد و به ویژه با توجه به بیانیه‌های اخیر که تازه‌ترین خبرهای امروز از ایران هستند، هم بیانیه میرحسین موسوی و هم بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی و نزدیک شدن به سالگرد برگزاری انتخابات خرداد ماه ریاست جمهوری در ایران، مجموعاً گمانه‌زنی ها پیرامون ادامه شرایط بحرانی در ایران و در رابطه با ایران ادامه داره. با آقای دکتر علی راکعی هستیم، تحلیلگر سیاسی. آقای دکتر راکعی، خیلی خوش آمدید به برنامه. خیلی خوشحالم از دیدارتون در این برنامه. خیلی ممنون. همونطور که در خبرها اومده، به هر حال تحولات زیادی اتفاق افتاده. امروز به طور مشخص دو تا بیانیه هم از سوی در واقع بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی منتشر شده و آقای موسوی هم بیانیه ندادند ولی در جمع زندانیان سیاسی صحبت کردند، مواردی رو مطرح کردند. با توجه به اینکه به نظر میرسه در حرفها و بیانیه ها و همچنین سخنان اخیر آقای موسوی یک قدری دل سرد شدن یا نومیدی از دولت و از نظام وجود داره، تحلیل شما چیست از مخاطبان این نوع حرف ها یا بیانیه ها؟ مخاطب اینها کی هستند به نظر شما؟ من فکر میکنم مخاطب اصلی آقای موسوی جنبش سبز و مردم ایرانه. خب البته گروه های سیاسی و نهایتا دولت، هر کسی که میشنفه، ولی آقای موسوی خودش رو در مقام رهبری جنبش سبز میبینه و صحبتاش در واقع برای جنبش سبز. ناامیدی که میگین در صحبت های آقای موسوی دیده میشه از نظام، خب این شاید علنی شدنش سیر تکاملی داره، ولی این در واقع در رفتار آقای موسوی از مدت ها قبل مشهوده. رفتار آقای موسوی واقعا اون سیر تکاملی رو که یه رهبر سیاسی صادق در کوران حوادث پیدا میکنه، رفتار آقای موسوی رو داره نشون میده. صحبتی که ایشون امروز کرده که تک صدایی باعث ایجاد فساد، باعث ایجاد دروغ و دیکتاتوری در جامعه میشه، این نشونه اون تکامله. و متاسفانه راه حلی که آقای موسوی ارائه میدن
بازگشت به قانون اساسی من فکر نمی‌کنم کافی باشه. یعنی آقای موسوی مرتب اینو مطرح می‌کنند در مورد آرمان‌های انقلاب و در مورد آقای خمینی صحبت می‌کنند و یک نوع پایبندی، این به نظر یک قدری مغایر با آنچه که فعالیت‌های جنبش سبز و درخواست‌های اون هست میرسه، ولی به هر حال یعنی به نظر شما آقای موسوی یا مثلا جبهه مشارکت خواهان تغییر درون نظام هستند و نه تغییر نظام به کل، ولی اگر اینطور باشه بعد چطور میشه انتظار اصلاح به معنای وسیع تر یا عمیق ترش داشت؟ نظری که ما اینجا میدیم واقعا ما متوجه این هستیم که آقای موسوی مجبوره روی خط باریکی را بره و ملاحظات سیاسی خودشو داره، ولی مغایرت و تضادی که شما در صحبت‌های آقای موسوی می‌بینید و خیلی‌ها می‌بینند به نظر من به دلیل اینه که قانون اساسی ایران ظرفیت‌های لازم برای مشارکت کامل مردم در سرنوشت خودشون، برای آزادی بیان، برای آزادی عقیده، این ظرفیت‌ها رو نداره. و اگر این حرف درسته که با برگشت به قانون اساسی مطالبات جنبش سبز محقق میشه، من میتونم این سوالو بکنم که چطور با همون قانون اساسی ما به این نقطه رسیدیم؟ و یه قانون اساسی خوب باید مکانیزم هایی رو در خودش داشته باشه که جلوگیری کنه از اینکه اون قانون اساسی به مرحله اجرا در نیاد. و در مورد قانون اساسی ایران ظاهرا این صحیح نبوده. بنابراین اصرار آقای موسوی و دوستانشون و این اعلامیه جبهه مشارکت که شما اشاره میکنید کاملا هماهنگ با صحبت های آقای موسوی. من بازم نمیخوام ایراد بگیرم از نقطه نظر سیاسی، احتمالا اونا دارن راه سیاسی درستی رو میرن، ولی از دیدگی که به اصطلاح ناظر که مسائل رو نظری میبینه این قانون اساسی احتیاج به اصلاح داره. آقای دکتر راکی، اخیراً خیلی ظرف همین یکی دو روز اخیر به دنبال نامه‌ای موسوم به دقلباب که در واقع هفته پیش منتشر شد، نامه آقای دکتر عبدالکریم سروش، واکنش‌هایی دیده شد از طرف افراط‌گرایان و اینکه حتی برخی صحبت می‌کردند از اینکه برخی مراجعشون رو مرتد اعلام کردند و این در واقع در ادامه صحبت ها و نامه های آقای دکتر عبدالکریم سروش هست در حمایت از جنبش مردم و فعالیت هایی که اخیراً انجام شده. شما تحلیلتون چیست؟ ببینید، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دکتر عبدالکریم سروش رو مرتد اعلام کرده. این خبری که کیهان منتشر کرده و کیهان به این محافل نزدیکه. این خبر واقعا دردناکه. یعنی ما اتفاقات دردناک در طول تاریخ جمهوری اسلامی زیاد دیدیم، ولی عبدالکریم سروش متفکریه که سعی کرده از وقتی که با راه استدلال و راه تعقل و تحلیل شروع کرده به مخاطب قرار دادن مخاطبین خودش، سعی کرده صادق بمونه و با تمام تعبد و در واقع التزام به اسلام، امروز میبینیم که دکتر سروش هم همون بلایی رو میخوان سرش بیارن که سر مثلا سلمان رشدی آوردن. به نظر من این واقعا نقطه برگشتیه برای جمهوری اسلامی. این اسلحه‌ای که برای سرکوب مخالفین خودش به کار میگرفت، حالا برای سرکوب متفکرین اسلامی داره به کار میگیره. و به نظر من اگر عقب نشینی از این موضع خودش جمهوری اسلامی، این با واکنش خیلی شدید دانشگاهی ها، متفکرین مذهبی، متفکرین غیر مذهبی در ایران و سراسر جهان روبرو میشه. خیلی متشکر، ممنون از حضور و از تحلیل شما آقای دکتر علی راکعی، تحلیلگر سیاسی.